گفت بار آخر است منم رو به روی تو، تو سوی من نشستی و من هم به سوی تو. کفر از کفر اگر که بهشت آرزو کند، وقتی نشسته زینب تو پیش روی تو. داداش حسین گریه درد دل کنیم، جان می رود، جان می رود ز چشم من از گفتگوی تو. حسین جان جان می رود، واقعا جان زینب داره میره. او ای جان من، مفارقت از جسم من مکن، من رو به قبله ام، به خدا رو به رو. حسین جان داشتم ودا میخوندم، چرا به اینجا رسیدی؟ خب بر روی تل نشستم و دیدم که ریختم، با تیغ و سنگ و دشنه و نیزه به روی تو. امروز شعر روزه نمیخوای که همین صدا زینب و بشن آتیش میگیری. در زیر دست و پا گم کردم تو را، ببین منم شبیه تو هم حسین، در زیر دست و پایم و در جستجوی تو. چیزی نمانده از تن تو تا بغل کن،
در بین سینه ماند فقط آرزوی تو حسین جان. چند بار ابی عبدالله امروز وداع کرده، چند بار خدا حافظی کرده، سخت‌ترین وداع با زینب بود، هرچی میخواست آرومش کنه آروم نمیشد، هرچی به آجرف میزد میگفت داداش بذار من پیش مریم، حسین جای مردمون رفتن. من نمیدونم اینایی که برای عاشورا میگردن تو مقتل دوباره یه روزه جدید پیدا کنن، اصلا چه دلی دارن اینو. همونایی که یه عمر شنیدیم نمیتونیم یه ذرهشم بگیم. یه ابی عبدالله امروز یه مرتبه گفت یکی اسب منو بیاره، یه وقت زینب کبرا دوید داداش کسی نمونده که بخونه، هیچ مردی نمونده، خودم رکاب برات میگیرم. دوتا ودا سوزونده بی عبدالله رو، یکی با عمه سعادت لاجرم دست ولایت اشاره کرد به قلب خواهر، قلب آروم گرفت و برو دورت بگرده، خدا پشت و پناه. اما هنوز زیاد دور نشده بود، یه وقت دید صدا نالش میاد، مهلن مهلن یبن الزهرا، سب کن ابی عبدالله برگشت. بعضی ها اینطوری نوشتن، هرچی نگاه کرد دیگه اثری از صاحب ناله نیست، نگاه کرد دید خواهر رو زمین افتاد، از پیاده شد، سر خواهر و روزانو گذار، قطرات اشک ابی عبدالله رو صورت زینب داره میریزه، یادش افتاد از اون لحظه ای که باباش علی سر مادرش روزانو گذار، اون لحظه آخر قطرات اشک علی رو صورت فاطمه. چشمش رو باز کرد، عزیز دلم مگه نگفتم تو خیمه بمون، بی صبری نکن، گفت داداش دست خودم نیز قربونت برم، یاد وصیت مادرم افتادم، اون ساعتهای آخر منو در آغوش گرفت، گفت زینبم کربلا من نیستم، عوض من یه کاری میکنی قربونت برم. اون لحظه آخر داداشت میخواست بره، جای من زیر گلوش و بوسه بزن،
ناله های تو رو امروز میخرن و وصیت مادر رو عمل کرد، زیر گلوش رو بوسه زد، اما هنوز نمیدونه چرا مادر نگفت دستشو بموز، مادر نگفت پیشانیشو بموز، تا اون لحظه ای که اومد بالا تل زینبیه و شمر و جالس و علا صدره، دید نانجیم زانوشو رو سینه زینبیه.